گیلاسیا سلام، این مدت حالم اصلا خوب نیست، میدونم خیلی از شما هم همینطورید. میخواستم اول از همه توی کانال کوچه شدن هموطنم مهسا امینی رو به ایران تسلیت بگم. فیلم امروزم مربوط به سیستم و جنگیدن برای آزادیه. نظرم این فیلمو همه آدمای دنیا باید حداقل یه بار ببینن تا چشمشون روی سیستم کنترل جهانی باز بشه. فیلم د پلتفرم محصول سال 2019 کشور اسپانیا است و در کنار داستان تقریبا ساده‌ای که داره کلی مفهوم پشتش که حتما آخر ویدیو مهمتریناشو براتون توضیح میدم. حواستون به صحنه‌های خشن و اسپویل کامل فیلم هم باشه. فیلم با نمایش یه آشپزخونه شروع میشه که آشپزها غذا رو با دقت تمام و با استفاده از بهترین تجهیزات آماده میکنن. یه مرد مسنی هم هست که به نظر مسئول این آشپزخونه میاد و در حال بررسی اینه که هر غذایی که توی منو نوشته شده کاملا آماده بشه. جوری که انگار یه مهمونی خیلی مهم داره شکل میگیره. این آشپزخونه‌ای که توش همه چیز داره آماده میشه طبقه صفره. سکانس بعدی مرد رو میبینه که بعد از باز کردن چشماش خودش رو توی یه سلول میبینه. هم اتاقش هم یه پیرمرده. پیرمرد با نگاه عجیبی که داره به مرد دیگه زل میزنه و بهش میگه ما توی طبقه 48 و این اولین روز ماه جریده. بعد توضیح میده که ما توی این سلول باید باقی مونده غذای طبقه 1 تا 47 رو بخوریم. مرد جوون بعد گوش دادن به حرفاش میره جلو تا باهاش دست به دو میگه اسم من گورنک است. پیرمرد ازش رد میکنه و میگه برگرد سر جات. بعدم میگه تو با این ساده بودن و مهربونیت بیشتر از چند روز اینجا دووم نمیاری. در ادامه هم میگه اسم من تریماگاسیه. اینم توضیح میده که بعد از هر ماه به صورت خیلی رندوم طبقه ها جابجا میشن و معلوم نیست ما رو تا کدوم طبقه بیافتیم. برای همین بهتره زیاد دوست نشیم، شاید یه روز مجبور شیم برای سهمیه غذامون با هم دیگه دعوا کنیم. چند لحظه بعد صفحه سیمانی مثل آسانسور به وسط سلول میرسه. روی اون کلا آشوب شده و میفهمیم همون غذاهایی هست که توی طبقه صفر آماده شده بود. اکثر غذا تمام شدن و اونایی که موندن هم کاملا به هم ریختن و حال به هم زن شدن. تریماگاسی با دیدن شرابی که هنوز توی شیشه مونده تعجب میکنه، چون همیشه اولین نفر کلشو میخوره و چیزی بهش نمیرسه. گورنگ سری بهش پیشنهاد میده بیا فقط یکم غذا بخورین تا بقیه هم برسه، اما هم سلولیش بهش توجهی نمیکنه. اون از همه غذاها میخوره در حالی که گورنگ با دیدن کثافت روی غذاها اشتهاش کور میشه و لب به چیزی نمیزنه. اما با گشتن لای خوراکی های سیب سالم پیدا میکنه و اونو توی جیبش میذاره. طبقه سیمانی به سلول بعدی میره و تریماگاسی بعد خوردن همه شراب موجود توی شیشه اونو پرت میکنه پایین که مشخصا به گندکاری های قاطی غذا برای زندانی طبقه پایین اضافه میشه. اما این براش کافی نیست و وقتی گورنگ بهش میگه باید به طبقه پایینی بیشتر اهمیت بدی، اون حتی شلوارش رو در میاره روی طبقه پایینی دستشویی میکنه و گند میزنه بهشون. چند لحظه بعد سلول شروع به گرم شدن میکنه به حدی که دماش کلا غیر قابل تحمل میشه. تریماگاسی با آرامش میگه تو نباید هیچ خوراکی اینجا نگه داری، به خاطر سیبی که توی جیبته دارن این کارو با همون میکنن. اگه غذایی رو که داری نگه داری دمای اتاق میره بالا یا میاد پایین به حدی که غیر قابل تحمل بشه و در نهایت ما رو بکشه. گورنگ هم میترسه و سیب رو از جیبش میندازه پایین. دوباره صحبت این دو نفر ادامه داره و گورنگ توضیح میده که من میخواستم که دیپلم بگیرم، بهم گفتن اگه 6 ماه به اینجا بیام این کارو برام انجام میدن و با خودم گفتم میتونم توی این فرصت سیگارمو ترک کنم و کتابی به اسم دون کیوته هم بخونم، برای همین قبول کردم و منو به اینجا آوردن. طبقه غذا همینطوری پایینتر میره و پایینتر میره تا از دید پنهون میشه و بعد از مدتی با سرعت خیلی زیادی به بالا برمیگرده تا با آشپزخونه بره. روز بعدی میرسه. گورنگ همچنان غذا نمیخوره و بعد از رفتن طبقه غذا تریماگاسی میگه من یه روز با دیدن تبلیغات تلویزیون یه چاقوی سامورایی خریدم. گرون بوده از جنسی که برام آوردن راضی نبودم. خیلی عصبی شدم و تلویزیون خونمون از پنجره پرت کردم بیرون که به سر یه نفر خورد و به قتل رسید. توی دادگاه دو راه جلوم گذاشتن. یکی اینکه ببرن دیوونه خونه و دومیش اینکه به مدت یه سال بیارنم اینجا. اسم این مکان چاله یا دهول هست و اینجاست که میفهمیم این چاله هر جور آدمی توی خودش داره. چه کسی که فقط می‌خواد یه دیپلم بگیره و سیگار ترک کنه و چه کسی که یه آدم به قتل رسونده. گورنگ ازش میپرسه این چاله چقدر عمر داره که پیرمردم جواب میده دقیق نمیدونم، ولی من یه ماه توی طبقه 132 بودم و اون موقع هم کلی طبقه زیر خودم میدیدم. از صحبتش میفهمیم هر کس قبل اومدن توی چاله حق اینو داره که یه چیزو همراه خودش بیاره. گورنگ کتاب دون کیوته رو آورده و وقتی از تریماگاسی سوال میکنه اون نشون میده چاقوی سامورایی که خفنی که خریده بود رو با خودش آورده. روز بعدی دوباره غذا به طبقهشون میرسه. این بار گورنگ خیلی گوشش و همراه با پیرمرد یکم از غذاها رو میخوره. روز بعدی پیرمرد راجع به چاقوش صحبت میکنه و میگه هرچی بیشتر ازش استفاده میکنم تیزتر میشه، در حالی که گورنگ تو آرامش دراز کشید و کتابش رو میخونه. یه لفظ از طبقه های بالایی یه نفر پایین پرت میشه و با خوردن سرش به لبه طبقه خونش رو صورت گورنگ این پاچه که با وحشت و شوک به پایین زل میزنه. آدم بیچاره همینطوری پایین تر میره و حتی صدای زمین خوردنش هم نمیاد که معلوم نیست چقدر این چاله عمق داره.
تیر ماگازین هیچ عکس العملی نشون نمیده و گورنگ هم که شوکه شده و عصبیه به پیرمرد میگه تو انقدر آدم بیرحمی هستی که حتما وقتی طبقه 132 بودی هم سلولی خودت هم خوردی تا زنده بمونی. همین لحظه طبقه غذای پایین میاد و زن افسرده رو میبینن که وسطش نشسته. پیرمرد بدون توجه بهش غذاهاشو میخوره و بعد سوال کردن گورنگ میگه اسم این زن میهاروه. اون آخر هر ماه هم سلولی خودشو میکشه و سهم غذاشو نگه میداره تا طبقه پایین بره و اون غذا رو به بچه خودش بده. بعدم میگه احتمالاً اون بدبختی که افتاد پایین همون همسلولی میهارو بوده که کشتتش. اینم میگه که وقتی تو طبقه 132 بودم همسلولی میهارو که پایین افتاد رو به همراه همسلولی خودم خوردیمش تا گشنه نمونیم. بعدم میگه به من تهمت نزن، من همسلولی خودمو نخوردم، بلکه اون دوره اینجا بودنش تموم شد. بعد یه مصاحبه با مسئول از اینجا آزاد شد رفت. طبقه غذا همراه میهارو پایین میره که گورنگ میبینه زندانی طبقه پایین دست و پای میهارو رو میگیرن تا بیارنش بیرون و بهش دست درازی کنن. اما تو کمتر از چند ثانیه صدای داد زدن هر دو تا مرد بلند میشه و میهارو با آرامش وسط طبقه خوراکی‌ها برمیگره که میفهمیم اون دو نفر رو کشته. روزها میگذرن و گورنگ و تیراماگاسی با هم بیشتر رفیق میشن. گورنگ کتابشو برای پیرمرد میخونه و رابطه دوستانه بینشون شکل میگیره تا زمانی که روز آخر ماه میرسه. شب آخر پیرمرد میگه دعا میکنن تا به طبقه های بالاتر بریم و زندگیمون راحت تر شه. گاز خواب آور تو تمام چاله پخش میشه و وقتی گورنگ چشمشو باز میکنه میبینه به تخت سلول جریدش بسته شده. اون وحشت میکنه و وسط داد و فریاد شرف تیراماگاسی با چاقوی ساموراییش به کنارش میاد. گورنگ با وحشت اطراف نگاه میکنه و اینجاست که میفهمه به طبقه 171 رسیدن، جایی که امکان داره دیگه هیچ غذایی بهشون نرسه. تیراماگاسی با نگاه خشمناکش به گورنگ زل میزنه و میگه قول میدم تا 7 روز سر رو نخورم، اما بعدش گشتن میشه و بعید زنده بمونی. روز 8 میرسه، تیراماگاسی خیلی گشنه شده و به سمت گورنگ میره و با استفاده از چاقوش شروع به بریدن پای گورنگ میکنه تا بخورتش. همین لحظه است که طبقه غذا هم پایین میاره و دوباره میهارو وسطش نشسته. اون با دیدن این صحنه یه دفعه به پیرمرد حمله میکنه و بعد ضربه زدن بهش گورنگ رو آزاد میکنه. گورنگ که پاشکن آسیب دیده و خیلی عصبانی به جون پیرمرد میفته و اونو با چاقو سلاخی میکنه. بعدم به همراه میهارو یکم از گوششو میخورن تا گوشه هیون برطرف شه و زنده بمونن. بعدم میهارو زخم پای گورنگ رو میبنده و رو طبقه غذا میشینه تا همچنان دنبال پسرش بگرده. باقی روزای ماه گورنگ کم کم تمام گوشت بدن همسلولیشو میخوره و خودشو زنده نگه میداره. شب آخر ماه هم به خاطر اثر گاز خواب آور توهم میزنه که تیراماگاسی کنارشه و بهش میگه تو هیچ تفاوتی با من نداری. حتی توهم رابطه جنسی با میهارو هم به سرش میاد. روز بعدی که چشمشو باز میکنه همسلولی جدید رو کنار خودش میبینه. دختری که چهرهش خیلی آشناس و یادش میاد زمانی که برای مصاحبه ورود به این چاله رفته بود، این زن مسئول مصاحبه بود و الان هر دو تاشون توی طبقه 33 کنار هم دیگن. اسم این زن ایموگواری هست و به عنوان همراه خودش سگش رو آورده. ایموگواری میگه من مسئول برقرار کردن تعادل توی این چاله بودم و باید برنامه میریختم که هر 200 طبقه این چاله به اندازه مساوی غذا داشته باشن. گورنگ با حال داغونی که از گرسنگی داره میگه کارتو اصلا خوب نرده چون من تو طبقه 171 بودم و هیچ غذایی بهم نرسید. طی روزهای بعد هر غذایی که وارد طبقه میشه ایموگواری دقیقاً به یه اندازه مساوی برای خودش و سگش برمی‌داره. اندازه‌ای که معتقد اگه هر کس همینقدر استفاده بکنه تمام زندانیا میتونن سیر بشن. ایموگواری این ایده خودش رو هر روز به طبقه‌های پایینی هم میگه اما هیچ کس بهش گوش نمیده. بالاخره یه روز گورنگ عصبانی میشه و رو به زندانیای طبقه‌های پایین میگه اگه به حرف این زن گوش ندید و غذاتون رو تقسیم نکنید تو همه غذاها هر روز دستشویی میکنم و دیگه هیچ وقت نمیتونید چیزی بخورید. همین ترس و تهدید باعث میشه بقیه به حرفش گوش کنن و به امید اینکه طبقه‌های پایین‌تر بتونن حداقل یه چیزی بخورن هر روز غذای خودشون رو خیلی کم بخورن و تقسیمش کنن. یکی از این روزها میارو دوباره همراه غذا به طبقه پایین میاد. این بار بیهوش و تمام بدنش زخم شده. گورنگ و ایموگواری اونو به سرعت کنار میکشن تا بهش رسیدگی کنن، اما انقدر نگران دختر شدن که سگ ایموگواری روی طبقه خوراکی‌ها میمونه. سگ بدون توجه به بقیه کلی از غذاها رو میخوره و وقتی دمای اتاق یه دفعه کلی پایین میاد تازه گورنگ متوجه میشه که سگ به سهمیه بندی که کرده بودن گند زده. اون دنبالش میکنه و با گرفتن گوشی که تو دهن سگ و انداختنش به طبقه پایین دمای اتاق با حالت قلب برمیگردونه تا زنده بمونن. آخر شب وقتی همه خوابن میارو بالاخره به هوش میاد. بی توجه به چیزی سگ ایموگواری رو میبینه و وقتی بقیه بیدار میشن میفهمن که سگو خورده. بعدم میارو با چشمایی که خالی از هر احساسی هم وسط طبقه غذا میشینه تا دوباره به دنبال بچه‌اش بگرده. ایموگواری با شنیدن این قضیه شروع به صحبت با گورنگ میکنه. اول بهش میگه من خودم سرطان گرفتم و بهم گفتن دوایی براش وجود داره که اگه به اینجا بیام برام تهیه میکننش. همینطور تاکید میکنه که کل طبقه های اینجا 200 سایه و هیچ بچه‌ای هم اجازه نداره واردش بشه. برای همین قطعا میهارو دیوونه است و الکی داره این کارا رو میکنه. این ماه هم میگذره. وقتی توی ماه 4 گورنگ چشماشو باز میکنه با وحشت میفهمه توی طبقه 202 گیر افتاده.
با دیدن اون طرف اتاق هم متوجه میشه ایموگوری با فهمیدن اینکه توی طبقه 202 ان خودشو آویزون کرده و دار زده. ایموگوری نمیتونه قبول کنه تمام باوراش برای اینکه نهایتاً 200 طبقه توی این چاله است دروغ بوده و اینطوری زندگیشو تموم کرده. روزها میگذرن. مسلمه حتی اگه همه زندانیا به اون برنامه سهمیه بندی هم توجه کنن که قطعاً نمیکنن، بازم قضا تو طبقه 200 باید برسه و گشنگی گورنگ هر روز بیشتر میشه. توهم به سراغش میاد، همسلولیای قبلیشو میبینه که بهش میگن باید از جنازه ایموگوری تغذیه کنی، اما اون با همه قدرتش با این حس مبارزه میکنه و حتی صفحه های کتابشو میخوره تا مجبور به خوردن دوستش نشه. اون خودشو کنترل میکنه، اما شب آخر ماه دوباره تیراماگاسی به خوابش میاد و بهش میگه شاید روز بعدی حتی پایین تر بری و اون موقع هیچی برای خوردن نباشه. همین توهم اونو وادار به خوردن ایموگوری میکنه. روز بعد که چشمشو باز میکنه میبینه توی طبقه ششمه. همسلولیش هم مرد سیاه‌پوستی به اسم بارات هست. کافی بود گورنگ یه روز دیگه همسلولی مردشو نمیخورد تا امروز کلی قضا جلوش قرار بگیره. اونا با بارات با هم خیلی صحبت میکنن. بارات میگه من به عنوان وسیله یه تناب با خودم آوردم تا بتونم باهاش یه روز فرار کنم. ما طبقه ششمون یعنی خیلی به بالا نزدیکیم، پس قطعا میتونیم از اینجا دریم. برام سعی میکنه از تناب بره بالا، اما گورنگ بهش میگه این کار اشتباهه، بهتره به جای بالا به سمت پایین حرکت کنیم. قطعا این طبقه قضا به یه جایی باید برسه و دوباره بالا برگرده. تازه اینطوری میتونیم تمام قضاها رو بین همه زندانیا هم تقسیم کنیم. بعد کلی بحث تصمیم میگیرن این کارو انجام بدن. این دو نفر خودشون آماده مبارزه با بقیه زندانیا میکنن. با تهدید و هر قدرتی که دارن تا طبقه 50 به هیچ کس قضا نمیدن، چون مطمئنن روز قبلی به اندازه کافی چیز خوردن. از طبقه 50 شروع به تقسیم قضاها با یه سهمیه خیلی کم میکنن. هر کسی هم که به حرفشون گوش نمیده و طولشون وامیسته رو از بین میبرن. به یکی از طبقه های خیلی پایین میرسن که یه زندانی دیگه، مرد خیلی باهوش و خفن، بهشون یه پیشنهاد خوب میده. اون میگه یکی از ظرفای غذا رو کاملا سالم نگه داره تا به آشپزخونه برگرده و اینطوری میتونه یه پیغام خیلی مهم به مسئولای آشپزخونه برسونید. اونا هم تصمیم به همین کار میگیرن، ولی هر چه طبقه پایین تر میره صحنه های خشن تر و وحشیانه تری رو به چشم میبینن. توی یکی از طبقه ها میهارو رو میبینن که در حال مبارزه با همسلولی جدید خودشه. همسلولیش که یه مرد وحشی به جون میهارو میفته و چندین بار پشت سر هم با چاقو بهش ضربه میزنه. این دو نفرم به کمک دختر میرن، ولی خیلی دیره و نه تنها دختر مرده، بلکه بهارات هم مورد ضربه چاقو قرار میگیره و به شدت زخمی میشه. گوره اینکه خشم جلوی چشمشو گرفته به جون همسلولی روانی میفته و اونو سلاخی میکنه. از طبقه 250 به بعد گورنگ آدمایی رو میبینه که دیگه هیچ احساسی ندارن. خیلیاشون با آرامش در حال خوردن همسلولیشون، خیلیاشون خودشون به شکلای حال به همزنی کشتن. در نهایت به طبقه 333 میرسن. اینجوری که طبقه خوراکی‌ها هیچ حرکتی نمیکنه و این یعنی آخر چاله است، ولی به بالا هم حتی بر نمیگرده. هر دو ازش پیاده میشن و با دیدن یه بچه که خیلی ترسیده متوجه میشن این چاله همه قانوناش دروغ بوده و حتی بچه‌ها هم به اینجا میان. در کمال تعجبشون میبینن بعد کنار رفتن از روی طبقه متحرک اون دوباره حرکت میکنه و بازم پایین تر میره و در نهایت به بالا برمیگرده. اینجا میفهمیم بچه میهارو دختر بود و هیچ وقت به کسی اینو نگفته بود. نکته دیگه اینه که این بار با اینکه یه ظرف غذا توی سلول مونده و طبقه خوراکی‌ها حرکت کرده، دمای اتاق هیچ فرقی نمیکنه، یعنی این قانون توی این سلول اجرا نمیشه. ظرف غذایی که کاملا سالم نگه داشته بودن به بچه میدن و اون که حسابی گشنشه تمامشو میخوره. آخر شب میرسه. گورن که یک ماه غذا نخورده بود و هنوزم امشب بهش چیزی نرسیده، دوباره توهم میزنه. همسلولیای قبلیش این بار به همراه میهارو توی توهمش ظاهر میشن و در آخر اونو قانع میکنن که بهاراتیو که خیلی زخمی شده و مرده رو بخوره. وقتی چشمشو باز میکنه و متوجه میشه همسلولیشو خورده، بیشتر به هم میریزه. اما همین که طبقه غذا به این سلول میرسه، به همراه دختر بچه روش وای میسه، چون همچنان دلش میخواد بفهمه آخر این چاله چیه و اون بالا چه خبره. پایین تر دیگه سلول نیست و برای مدتی طبقه متحرک همینطوری پایین میره. به جای میرسه که هیچ چیزی معلوم نیست و توی تاریکی محض تنها نوری که از سلولای بالا میاد اونجا رو روشن میکنه. توهم گورنگ برمیگره و میبینیم تریماگاسی، همون پیرمرد اولی که همسلولیش بود، به سمتش میاد. اون بهش خوش آمد میگه، بعد بهش میگه بذار دختر بچه روی اون طبقه خوراکی بمونه و وقتی به بالا برگرده همون پیغامی که دلت میخواست رو به همه مسئولا برسونه. بعدم میره کنار دختر بچه‌ای که حالا یه نماد و پیغام خیلی مهم از زندانیای این چاله است به بالا برده میشه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه یه فیلم باز خفنید که قطعا همه فیلمو متوجه شدید. اگه نه الان براتون توضیح میدمش. خوب دقت کنید که به نظرم محتوای جالب و خیلی 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 مهمی برای همه مردم جهان داره. اولین نکته اینه که دقت کنید 333 طبقه وجود داشت. غیر از طبقه آخر هر سلول دو نفر توی خودش جاده بود که جمعا میشه 665. 666 عددی که خیلی‌ها به سیستم کنترل جهان و کاپیتالیسم ربطش میدن و یه عدد کمتر از اون 665 به معنای ضد سیستم بودن این فیلمه. نکته دیگه
دیالوگ مهمیه که وقتی گورینگ برای بار اول بیدار میشه همسلولیش بهش میگه. اون میگه سه دسته آدم اینجا وجود دارن. اونایی که طبقه بالان، اونایی که طبقه پایینن و اونایی که خودشون رو پرت میکنن پایین. از این دیالوگ یه نکته خیلی مهم باید یاد بگیریم. دسته اول که طبقه بالا بودن، کسایی که به شرایط قانعن و همه چیز بر وفق مرادشونه. مثل مردمی توی جهان که مشکلی تو زمینه غذا یا مسکن ندارن، هر چی بهشون میرسه کلا راضین. دسته دومی که طبقه پایینن، کسایی که شاید حتی نون شب نداشته باشن، اما انقدر ضعیف میشن و عذاب میکشن که هیچ توانی برای تغییر دادن سیستم ندارن. اونا انقدر پایین میمونن تا حتی هم نوع خودشون رو بخورن یا اینکه یه شانس بهشون رو کنه و جزء مردم طبقه اول بشن. مثل وقتی که آخر هر ماه میخوابیدن و یه رفی توی طبقه ششم ظاهر میشدن. به هر حال هیچ تغییری نمیتونن به وجود بیارن. اما دسته سوم که دو تا معنی مختلف داره. یه معنیش میشه کسایی که از بالا خودشون رو پرت میکردن پایین تا بمیرن و به عبارت خودکشی میکردن. یه معنیش هم میشه کسایی مثل گورینگ و بهارات که به خواست خودشون اومدن پایین تا یه پیغامی به مسئولین اصلی سیستم بفرستن و یه تغییر خیلی مهم که دنیاشون بسازن. نکته دیگه فیلم اینه که ما با دیدن همسلولی دوم گورینگ یعنی ایموگوری فهمیدیم حتی افرادی که خودشون توی این سیستم بودن و برای ساخت چاله تلاش میکردن اطلاعات کاملی راجع بهش ندارن. اونا نمیدونن چه جنایت‌های دیگه ای توش داره اتفاق میفته. دیدیم حتی یه بچه خیلی کوچیکم قربانی این سیستمه. افرادی مثل ایموگوری نباید این چیزا رو بدونن، چون قطعاً اگه در جریان همه جنایت‌های سیستم قرار بگیرن مثل تعداد طبقه‌های این چاله، همکاریشون رو باهاشون قطع می‌کنن، دیگه کمکی به سیستم نمی‌کنن. یه نکته مهم دیگه اینه که اگه دقت کنید برای تمام افرادی که وارد این چاله شدن یه جایزه وجود داشت. به گور گفته بودن اگه سختی اینجا رو تحمل کنی دیپلم می‌گیری. به ایموگوری گفته بودن دوای سرطان می‌گیری. به تیلاماگاسی گفته بودن با این کار آزادی تو بهت می‌بخشیم. اینا همه وعده‌های دروغی بودن، چون تقریباً همه افراد قبل از اینکه جایزه خودشون رو بگیرن توی سیستم کشته میشن و هیچ وقت به هدف اصلی نمی‌رسن. نمونه اینا رو تو دنیای خودمون هم می‌بینیم. کلی وعده وعید مختلف که سیستم سرمایه‌داری جهان به ما یاد داده و توی مخمون فرو کرده تا با امیدای واهی برای سیستمشون جون بکنیم و با همه توانمون تلاش کنیم تا چیزایی که سرمایه‌دارا می‌خوان فراهم بشه. همون زندگی کارمندی و روتینی که توی ذهن ما به عنوان یک سه ایدئال ساخته شده. نکته بعدی اینه که تو سکانس مصاحبه گورینگ برای ورود به چاله می‌فهمیم یکی از سوالا اینه که غذای مورد علاقت چیه. وقتی به چاله میاد می‌بینیم همیشه اون غذا روی طبقه وجود داره، حالا چه به خودش برسه چه نرسه. یعنی تمام غذاهای سیستم و چیزی که اول فیلم دیدیم مسئول آشپزخونه خیلی حساس بود منوشون کامل باشه، غذاهای مورد علاقه همه زندانیاست. با آماده کردن غذای مورد علاقه‌شون و گذاشتنشون تو قاطی خوراکی‌ها به همه اونا یه امید واهی دارن که اگه یه روز طبقه‌تون بالاتر بره میتونید غذای مورد علاقه‌تون رو قبل اینکه تموم بشه بخورید. نکته بعدی، هر کس تنها یه دقیقه وقتش غذا بخوره و نمیتونه هیچ چیزی رو برای بعدن نگه داره. تو دنیای خودمون این قضیه هر ماه اتفاق میفته. شما حقوق کارمندیتو میگیری، وقت داری توی همون ماه خرجش کنی. اگه یه چیزی اضافه بیاد سعی میکنه بذارش تو بانک یا با خرید دلار و این چیزا سرمایه‌اش کنی. چند روزی میگذره و به هر دلیلی یا با سقوط قیمت دلار یا با هزار تا اختلاس توی همه جهان یا با پایین اومدن قیمت نفت و بالا رفتنش اون سرمایه‌ات از دست میره. یعنی به هیچ وجه اجازه نداری و برای بعدن نگهش داری، چون به هر شکلی که شده یه روز دیر یا زود از چنگت درش میارن. بازم میگم این حرفا فقط راجع به ایران نیست. ما در راجع به بحرانی حرف میزنیم که توی همه دنیا اتفاق میفته. پس این یه سیستم خیلی بزرگتری هست که این دستورا رو به دولت‌های پایین‌تر میده. نکته دیگه اینه که گورینگ با خودش کتاب دون کیوته رو به چاله آورد. داستان این کتاب خیلی شبیه به همین فیلم راجع به تقابل آدم‌ها یکی از طبقه‌های مختلف با هم روبرو میشن و به روایت کارگردان خواسته به این کتاب ادای احترام بکنه. یه نکته راجع به اولین همسلولی گورینگ هم هست. تری ماگاسی به ما نشون داد چقدر خودخواهی و فاسد بودن میتونه بقیه آسیب برسونه. مثلا پرت کردن شیشه شرابش وسط غذاها که قطعاً باعث پخش شدن شیشه تو همه خوراکی‌ها و گند زدن بهشون شد. یا اینکه حاضر نبود گشتگی رو هیچ جوره تحمل کنه، حتی به قیمت کشته شدن همسلولیش. تو قسمتی هم دیدیم به معنای واقعی روی افرادی که از سطحش پایین‌تر بودن دستشویی کرد تا قشنگ بگه هیچ اهمیتی براش ندارن. تو دنیای ما هم هزاران شرکت و کمپانی خفن وجود دارن که با خالی کردن جیب مردم سطح پایین زندگی خودشون راحت‌تر می‌کنن، بی توجه به اینکه چه اثری روی زندگی بقیه دارن می‌ذارن. تری ماگاسی هیچ وقت قبول نمی‌کنه خودش آدم بدیه. حتی وقتی می‌خواست گورینگ رو بکشه تا گوشتشو بخوره هم بهش میگه من مسئول این جنایت‌ها نیستم، بلکه طبقه‌های بالایی منو مجبور به این کار کردن و در از سیستم مقصر همه چیزه. درسته که سیستم کلاً برای 200 طبقه تدارک دیده بود و به هر حال یه سری می‌مردن، اما اگه مردم به فکر همدیگه بودن و یکم روی خودشون کار می‌کردن حداقل تا طبقه 200 رو می‌تونستن نجات بدن. این نکته مهم راجع به همسلولی بعدی گورینگ یعنی ایموگوری هم دارم. این دختر اعتقاداتی داشت که همش ناشی از کار کردن برای خود سیستم بود. مثلا میگفت این سیستم برای این طراحی شده که به مردم یاد بده کنار هم باشن و به هم کمک کنن تا شاید یه روز خود به خود انقلاب بکنن. گورینگ کاملا با این حرف مخالف بود و بهش میگفت هیچ تغییر و انقلابی به خودی
طبیعی خود اتفاق نمیفته. گورینگ در جواب این حرف دختر بهش گفت شاید سیستم هدفی دقیقاً ضد این داره. شاید سیستم میخواد بفهمه مردم چجوری به هم کمک میکنن تا توی جامعه جلوشو بگیره و نذاره هیچ وقت انقلابی شکل بگیره. نکته بعدی راجع به بچه‌ای هست که دیدیم. این بچه دو تا معنی داره. یکی اینکه سیستم واقعاً قوانینشو زیر پا گذاشته و حتی بچه‌ها رو هم وارد چاله کرده. معنی دومش هم اینه که این بچه اصلا واقعی نیست و صرفاً یه نماد برای تغییره. تغییری که گورینگ از همه زندگیش گذشته خودش رو پایین رسون تا اون رو ایجاد کنه. اگه بچه فقط یه توهم باشه، پس اون غذایی که نگه داشته بودن بچه نخورده و به همراه طبقه متحرک به بالا رفته و پیغامش در نهایت به بالا رسیده. گورینگ، بهارات و اون مرد باهوش فقط یه چیز می‌خواستن، اینکه به مسئولای خود سیستم بفهمونن چه جنایتای کثیفی داره این پایین اتفاق می‌افته و بلکه با باز کردن چشماشون اونا به خودشون بیان و بقیه رو نجات بدن. چیزی که همه مردم دنیا همیشه در تلاش تابانشون دادن همه بدبختی و به افراد مهم دولت‌ها ازش کمک بگیرن بلکه یه زندگی بهتر برای خودشون بسازن. دیگه خلاصه نکته‌های خیلی زیادی داره، من فقط چند تاشو نوشتم. اگه چیز خاصی هست که از قلم افتاده حتما این پایین بنویسید. رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یه بار دیگه هم در گذشت مرسا امینی رو به همه تسلیت میگم. روزتونم گیلاسی.